تماشاگران، خانواده عزیز، جوانان رو به کمال، سلام. هر وقتی که حتما از خواب برمیخیزین، ریموت میگیرین، تلفن خود میگیرین، حتما زیر لب میگوین که باش ببینیم که در دنیا چی گپ شده. موارد بسیار زیاده که آنچه که واقعا در حال اتفاق افتادن است و رسانه ها منعکس نمیشه. وقتی که بیخی دیگه از تشت رسوایی از بام افتاد، باز بعد از او به دان رسانه ها میفتد. اما در مقالات پژوهشی نشریات بسیار مهم بین المللی، جریانات بخشی از جریانات مکتوم و پشت پرده چاپ میشه و ایده از خواص او را میبینند. مثلا در فارن افیرز یک مقاله را چاپ کرده با قلم هال برانز، استاد برجسته امور جهانی در مدرسه بین المللی مطالعات دانشگاه جانز هاپکینز در امریکا. ای آدم نوشته که جنگ آسیا اساسا که حالا علیه امریکا شروع شده، در واقع جنگ با زرادخانه دموکراسی است، با زرادخانه و سلام تسلیحاتی دموکراسی. دموکراسی در حقیقت یک سازمان مسلح است، اصلا با بخش تسلیحاتش اینا می جنگن. خودش که بخشی از اما رویکش و روبناس. پوتین نقل شده در این مقاله که جنگ اوکراین و خاورمیانه که حالا در جریان است، سرنوشت کل دنیا را تغییر خواهد داد. هال برانز می نویسه که نبرد سخت بین اسرائیل و حماس خشونت و ناپایداری را در سراسر خاورمیانه میکاره. شرق آسیا درگیر جنگ نیست، اما به این معنا هم نیست که اوضاع کاملا آرام است. چین همینطور میگه با زورگویی و همسایه های خود و انباشت قدرت نظامی با شتاب تاریخی وضعیت منطقه را تحت تاثیر قرار داده. اینمی امریکای امروز دغدغش بیشتر چین است، یعنی چین دیگه امریکا هضم کرده نمیتونه. یادم میگه اگر بسیاری از امریکایی‌ها نمیفهمند که جهان چقدر با ویرانی نزدیک است، شاید چند و چون پیدایش آخرین جنگ جهانی را هم فراموش کرده باشند که منظورش جنگ دوم جهانی است. که چطور آغاز شد، از چی گونه زمینه سازی بود، کسی اول باور نمیکرد، یک بار موج بالا شد. وقتی که امریکایی ها به یک جنگ جهانی فکر میکنن، معمولا به جنگ دوم جهانی یا بخشی از جنگ که در دسامبر 1941 شروع حمله به اتحاد شوروی و با حمله به ژاپن و حمله ژاپن به پایگاه پرل هاربر به او فکر میکنن، از او دیدگاه، چون جنگ جهانی را بعد از او کسی ندیده. جنگ دوم جهانی از نظر ریشه‌ای محصول سه رقابت برای کسب برتری در مناطق اروپا و آسیا و اقیانوسیه بود. چی شد؟ مثل امروز رقابت ها داغ شد، تنش ها به هم پیوست، تمام عوامل پیچ در پیچ دست به هم داد، نهایت به جنگ جهانی تبدیل شد. این وضعیت را که امروز از خاور میانه، کل خاور میانه فرا گرفته در اروپای شرقی را، اونمو تکرار اونمو وضعیت است. این تصویر تیره است، تصویر ترسناکی است. امریکا آره ایتونیست که مثلا با یک اتحاد جنگی سر کار داشته باشد. اینمی جهان کلا در معرض خطر است، میتونه و جهان همینطور درگیر در جنگ تبدیل شود.
پال برانس میگه که اگر چنین شود امریکا برای یک جنگ جهانی کار تمام آماده نیست. آماده نیست. چرا؟ خاطرات امریکایی از جنگ دوم جهانی است. امریکا بسیار دیر به جنگ پیوست، همون زمان هم. و کل جنگ ضربیش و اصطلاح فشار سر اتحاد شوروی بود. فرانسه و اروپا رو کلش ایتلر بلعیده بود. امریکایی هم باز میبینن چی میشه چی میشه، و شوروی از بین میره یا نمیره، دیدن که نمیره. اینا خب اول بیش از 2 سال پس از اینکه ایتلر سر پولند حمله کرد، اروپا لرزه گرفت، و بعد از 4 سال بعد از اینکه ژاپن با حمله به چین جنگ اقیانوس آرام شروع کرد، باز اینا هم یک دم متوجه شدن که گپ تمام است. اونمو انتظار و حمله و عین چیز عالی است، مگم عالی یک چیز تفاوت داره که امریکا پایگاهش در داخل آتش است، در سرزمین های اسلامی. اینجا دیگه تفاوت را ما در نظر میگیریم. خب جنگ دوم که بود حاصل 3 نوع بحران بود، اما خشم و خروش ژاپن در چین و اقیانوس آرام، تلاش امریکا برای ایجاد امپراتوری در افریقا که موسولینی رفت یک حمله کرد اونجا، و در استقامت دریای مدیترانه، و پیشروی آلمان در اروپا. امو وقت در 1940 که تازه آغاز کار بود، وزیر خارجه ژاپن گفت که در نبرد بین دموکراسی و توتالیتاریزم، یعنی انحصارگرایی به اصطلاح اما دیکتاتوری کامل که وجود دارد در برابر دموکراسی، کی پیروز میشه؟ توتالیتاریزم. ژاپن فتوای خود داد او وقت و تاوانش هم داد. در وقت در بین امو کسایی که قدرت های خودکامه بودن، یک همبستگی بنیادی ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی وجود داشت. این طرف اروپا بود، این طرف فاشیزم بود، و این طرف اتحاد شوروی سوسیالیستی بود. روابط پیچیده جهانی طوری است که یک بی‌ثباتی را تبدیل به یک بی‌ثباتی دیگه میکنه. اما وقت هم این کار شد، حمله ایتالیا به ایتوپیا در 1935 پیش از اینکه هیتلر به قدرت برسه آغاز شده بود. از اون وقت دیگه به اصطلاح همین فاشیزم هورا میکشید. بعد از او آلمان در 1940 آمد فرانسه را شکست، در هم شکست، بریتانیا را در یک لبه پردگاه آورد. یک فرصت طلایی به وجود آورد که ژاپن چی کنه؟ در جنوب شرقی آسیا خیز برداره. او وقت بریتانیا مجبور بود در برخورد با هیتلر، در خواستن در بحران اتریش و چکسلواکیا در 1938 با وجودی که تعهداتی داشتن، یک رقم خود پس گرفت، احتیاط کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ژاپن تهدید کلان در آسیا بود و این طرف باید متوجه می بودن. در اواخر دهه 30 آلمان ایتالیا هم پیمان شدن، هم پیمان نزیم ما شما در تاریخ خواندیم. در 1940 ژاپن هم به اینا پیوست، محور فاشیست تکمیل شد، گرچه محورهای جانبی هم داشت که رضا شاه پیوسته بود در ایران و اینا، خب اونا در جمع نمی آمدن. این 3 قدرت اعلام کردند که نظم جدیدی در جهان باید به وجود بیاید، ضرورت زمان است. نظم فاشیستی، روزولت در 1941 او هم در فکر میکرد امریکا که درگیری ها در اروپا، افریقا و آسیا، خب یعنی هر یک بخشای از یک تعارض و تقابل به هم پیوسته جهانی است، دیگر راهی نداره، همینطور است، ببینیم چی میشه.
وقتی که ژاپن به پایگاه امریکا در پرل هاربر حمله کرد، ایتلر با واشنگتن اعلان جنگ داد، پای امریکا کشانده شد. آلی هالبرانس چی میگه؟ میگه او گذشته اکنون است. یعنی اونمو فعل و انفعالات، اونمو قانونمندی از کجا شروع شد به چه انجامید، آلی هم است. چین در حال تجمیع امیت شتابان قدرت نظامی برای بیرون راندن امریکا از غرب اقیانوس آرام است تا خود تبدیل به یک قدرت برتر جهانی بکنه. از این چیز برای از این اختناق ژئوپلیتیکی وجود داره. جنگ روسیه در اوکراین، یعنی کانون بازیابی نقش مسلط شوروی سابق بر کجاست؟ اروپای شرقی. اونمو سنگینی امو است در خاور میانه، مگر متفاوت است که ایران و شبکه نیابتی که نه در جنگ دوم جهانی وجود داشت نه در جنگ سرد، این دیگه چیز است. حماس، حزب الله، حوثی‌ها و بسیاری ها دیگه که لستش هنوز داده نشده، او هم چی در برابر اسرائیل. تنها اسرائیل هم نی، در برابر همو پادشاهی های خلیج فارس. و الحاصل در کل علی امریکا. اینی طور یک تصویر است. یعنی دو ویژگی قدیمی دارن که حکومت های غیر غربی همیشه نارضایتی ژئوپلیتیک دارن. چرا؟ اینا کلش به اصطلاح محصولات جغرافیایی پسا استعمار است، باید شکایت داشته باشه. ای بار منطقه خواستار شکستن نظم امریکایی است. اینی چیز مضمون کاملا جدید است، تعریف شده است، علنی است و اصلا ابا ندارن که پنهان بکنن. چین هم گپ میزنه، روس هم گپ میزنه، ایران هم. نظم امریکایی باید بشکنه. پیکن، مسکو، تهران. ای خب اینا میگن. برانز، حال برانز میگه که در واقع این جنگ جنگ قدرت های نادار است با قدرت های دارا. اما حال برانز از چی نگاه میگه دارا است؟ امروز ما گفته میتونیم که مثلا چین یک کشور نادار است در برابر ثروت امریکایی میجنگه؟ نه، این جنگ به خاطر کوتاه کردن دست داراهای غربی از کشورهای آسیایی و دیگه قاره هاست. یعنی بخش دارا و چیز نیست. اگر بحث ثروت ما بگیریم در حساب دارا، امروز میبینیم که تنها هند و چین از امریکا از نظر اقتصادی و ظرفیت های به اصطلاح ایجادی به مراتب بالا هستن. حالا خب در اقیانوس آرام غربی و آسیا، چین حالا بر روی کرده همینطور فشار تکیه داره اما بدون جنگ. ای بسیار ای چین نو است. با تغییر تعادل نظامی در نقاط حساس مثل مثلا تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی نزدیک فیلیپین، حال برانز میگه که چین با وجودی که تکیه بر جنگ نمیکنه اما اشتهای بسیار بیشتری بر تجاوز بر تایوان داره. تایوان خشمان نیست، تایوان جزء کشورش است. تاریخ میگه، قانون اساسی چین میگه. خب میبینه تحلیلگرای غربی به این شکل میره. عادتا به مو طرف اما قانونمندی یا قوانین مسلط بر ذهن خودشان میره. روسیه و چین هر دو دنبال برتری در خاور میانه هستند و همچنان در کجا؟ آسیای میانه. چین بسیار اشتیاش قوی است که در آسیای میانه او صحراهای بزرگ و او به اصطلاح جغرافی های بسیار پرپهن و چین که یک رقم متراکم شده در خود
یک جاهای خوب مشکل است برش، اما یه اشتیاق وجود دارد که در آینده به شکل رانش اقتصادی آمد خواهد آمدن و شکل حتما کار خواهد شد. اگر قدرت های آسیایی دشمن مشترک خود یعنی امریکا را از اینمی منطقه از اوراسیا و اصطلاح از ساحت بیرون کنن خلاص شباب بگویند که خب او قدرت نظم امریکایی رفت و با وجودی که کارش تمام شد ما ماندیم تنها، این قدرت ها قدرت های آسیایی در نهایت بر سر غنایم با یک دیگر دیر یا زود وارد جنگ میشن. درست است ما شما نمی باشیم، اما اینمی قانون کل جنگ ها در تاریخ است. هالبرانس میگه که روسیه و چین از طریق شراکت راهبردی مثلا شامل فروش تسلیحات، همکاری های پیچ دفاعی و فناوری، رزمایش های نظامی به هم نزدیک شدن ضرورتشان است. جنگ در اوکراین مثلا پیوند روسیه و ایران را زیاد کرد و همچنان پیوند روسیه و کره شمالی را افزایش داد. این کشورها فعلا در هم تنیدن و این در هم تنیدگی در نبود امریکا متلاشی میشه. خب حالا دیگه پهپاد است، مهمات توپخانه است و موشک های بالستیک است. تهران و پیویانگ یک رنگ چی میکنن؟ آماده میکنن. حمایت های اقتصادی هم از طرف پیکن. اینا همه کمر مسکو بستن تا چی کنن؟ تا دنیای اروپا را اونجا در هم بکوبه. که او طرف دنیای اروپا که سابقه استعماری داره و دو جنگ جهانی از اموج سازماندهی شده. جنگ اوکراین اونا رو باید سر جاش بشانه، ناتو را منکوب بکند. بالمقابل مسکو در حال انتقال فناوری دانش نظامی به ایران است که دیگر تقویت میکنه که اون طرف ما دیوار مسئولیت ایجاد میکنیم در اروپا کی طرف که حلقه ایران نزنن از بین نره. این چه میکنن؟ این را هم تجهیز میکنن و برنامه های تسلیحاتی پیشرفته کره شمالی هم کمک میکنن و چین در ساختن زیر دریایی های تهاجمی نسل بعد مثلا نو کمک میکنن. تا از این طرف اگر جبه ما دست برتر پیدا میکنیم در جناح دیگر ما در هم شکسته نشویم. اینی توی یک حالت روان است در خاور میانه. اینمی خاور میانه حال تعیین کننده است. حماس نقطه کوچک با شاهکار تاریخی و جهانی که آفرید، البته در چی؟ در نحوه استادگی خود. یعنی در واقع شما ببینید یک موجود کوچک یک پیل به زمین زد، پیل دیگه از جا بلند نمیشه. سر دو پا اگر بلند شود او دو پا چوبی میباشد. یعنی که یک شاهکار صورت گرفته. آل اینا چی است؟ سلاح چینی در اختیار حماس است، سلاح روسی در اختیار اینها است، سلاح ایرانی خب حرفی نیست، سلاح های کره شمالی هم در اختیار حماس است. متوجه میشین؟ اینا مگر تصادفی است؟ نه، پروژه جنگی که من تا حالا خدمت شما شرح دادم حماس بخش از اوست. این وقتی که جنگ حماس شروع شد پوتین گفت که خب حالا که شروع شد جنگ اوکراین که قبل وجود داشت و جنگ خاورمیانه بخشی از یک رویارویی بزرگتر است که سرنوشت روسیه اول و در گام بعدی سرنوشت کل جهان رو تعیین میکنه. چی حرفی؟ یعنی پنهان نمیکنه. خب تجاوز چین با قول هال برانز با تایوان میتونه تجارت جهانی را یک بار دستخوش آشفتگی بسازد که نابسامانی های برخواسته جنگ اوکراین و غزه در مقایسه با او
بسیار یک چیز کوچک در نظر آید، یعنی تو یک چیز. خب ای کار اینا دیر یا زود چین کار تایوان یک طرف میکنه. یعنی شما تاریخ چین و تایوان رو که بخونیم حالا وقتش است. چند کشور عجیب است، چند کشور ایتو احتمال میره که یک قرن پوره نمیکنه. یکی تایوان است، یکی پاکستان است، دیگه اسرائیل است. البته ای در حد یک فرضیه است فعلا، اما چرا میگه به عنوان یک حقیق یک فرضیه انطور رازناک در ذهن آدم میاد، این خودش یک گپ است. سیاست های جهانی رو بیشتر دو قطبی میکنه وقتی که جنگ در بگیره. دو قطبی چی؟ که کاملا تصفیه حساب تمدنی است، به خاطر از اینکه آمریکا حالا در صدد ایجاد یک پایگاه مقابله علیه تجاوز چین است. در کجا؟ در دنیای دموکراتیک. به همین خاطر چین پیش از پیش خود را به روسیه نزدیک کرده که همه چیز بندوبست و با به اصطلاح سازوکارا را آماده نگاه بکنند. خب این شاید به یک جنگ جهانی واحد و جامعی تبدیل نشه اجالتا، یعنی امریکا خود به درد سر نمی اندازه که به خاطر تایوان به کل دارایی خود به قمار بگذاره که هم معلوم نیست که برنده میشه یا نه. اما او وضعیت یک جهان معیوب تحویل انسان میده، جهانی که از جنگ صدمه دیده، اقتصاد فروکش کرده، خستگی و چشمانداز همچنان آشفته و نامعلوم. این که یک چیز است، وازدگی میاره به انسان ها. و چین هم انگیزه های بسیار زیادی برای اجتناب از یک جنگ وحشتناک داره. چرا چین آره از نظر اقتصادی به حد به هم پیوسته حساس است، مثل یک خانه شیشه ای است. اگر چین کمی در یک جنگ گیر میافته، این اقتصاد تقریبا چی بگویم، اقتصاد تنومند شده یا اقتصاد پف شده بیشتر، ای یک بار از یک جناه از یک زاویه اگر صدمه میبینه، ممکن است که کل سیستم بزنه و اسباب بیاندازه. اینی خطرات چین است. چرا چین زیاد زود رشد کرده، بی نظم رشد کرده، و می خاطر است که در بحث رسیدگی به معضل اقلیم در کره زمین چین مشکل زیاد داره. حالا جنگ ها در خاورمیانه و اوکراین یک راه است که میتونه فروکش کنه، چه یک تقسیمات موقتی شود، یه استقامت از شما و استقامت از ما تا چی وقت، تا که نفس تازه بکنن. این خواص جامعه انسانی است، تا که نفس تازه بکنن. دینمی خلال هم یک سوی مدیریت، یک خط اشتباه محاسبه میتونه همه چیز معکوس بکنه که زودتر از انتظار جنگ چند جانبه را رقم بزنه. فعل امریکا به طور همزمان به اسرائیل و اوکراین حال کمک میکنه، ایران مونده و جبهه سیوم هم اگر باز میشه، و جبهه سیوم هم مثل باز شد در عراق و سوریه، جبهه سیوم باز شده، جبهه یمن اگر کلش از بگیریم جبهه چهارم است. اینجا امریکا برای یک جنگ کلانتر باز با گفته هال برانز میگه در قسمت ایجاد زیر ساخت های توپخانه‌ای و دفاع موشکی باز کمبود داره، یعنی آمادگی کامل نداره. استقرار نیروها در اطراف مثلا دریاهای خاورمیانه، منابع نیروی دریایی امریکا را زیر فشار قرار میده. حملات علیه حوثی ها در یمن
کلش مصرف میشه، باید موشک های پیشرفته در او استعمال شده میره، حملات دوام کنه میره. مثلا موشک های تاماهاک زیاد در این روزا مصرف شده در علیه یمن. اینو اگر جنگ مثلا علیه چین باشه، بنان اینا از نظر ظرفیت های مهمات خصوصا گلوله توپخانه توپ و دفاع موشکی دچار فاقگی میشن. هالبرانز است که تا که میتونین، تا که چونین و فضای نامده، تا که میتونین خود تا علق و تا بینی مسلح بسازین. ای گپ هالبرانز از مقاله که من برداشت کردم. مثلا امریکا در 1941 برای جنگ آماده نبود. پس هانتر از طریق یک کارزار بی‌نظیر نظامیگری و اصطلاح سازماندهی اما مجتمعی های صنعتی به پیروزی رسید. جو بایدن هم با این گفتن، خب با گپای جو بایدن اما دولت پنهان امریکا در زبانش میمانه. اینمی آدم گفت که امریکا باید دوباره به با انبار تسلیحاتی دموکراسی تبدیل شود. همین چی مانا؟ انبار تسلیحاتی دموکراسی. خب دموکراسی خودش یک قدرت است، قدرت اغواگر، جادوگر و گفته چیز تلسماتی. او منظور دنیای دموکراتیک است. انبار تسلیحاتی دنیای دموکراتیک باید دوباره پر شود، یعنی بشر در آستانه جنگ، آخرین جنگ خود است. این بوی میگپاخ از این سخنان استشمام میشه. هالبرانز میگه که دولت بایدن در افزایش تولید مهمات توپخانه، موشک های برد بلند و سایر سلاح ها سرمایه گذاری کرده. اما واقعیتی است که او پایگاه های سنتی دفاعی که جنگ دوم جهانی و جنگ سرد به اصطلاح کفاف داد، اونو پایگاه ها وجود نداره. خب می سازن. میگه که سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته. در کل تولیدات صنعتی امریکا افت کرده. مگر نه کی افت کرده؟ امروز امریکا یکی از پیشروترین کشور سلاحفروش است. در هر جایی که جنگ در میته یا پیش از جنگ در دادن او رو میترسانه، باز برش سلاح میفروشه. خب البته او در اسلحه است نه در مهمات. هالبرانز اینجا مشکل مهمات توپخانه‌ای و وقتی که جنگ در میگیره ظرفیت خالی که میشه زرادخانه چطور آیا بین تولید و بین مصرف توازن اگر نباشه جنگ باخته میشه. منظور از این طور است. خب حالا امریکا ممکن است با دشواری زیاد در بسیج نیروی برای یک جنگ چند منظوره، یه جنگ چند منظوره در خاور میانه شروع شده روبرو است. از یک سو جنگ چند منظوره جنگ نامتقارن، از یک سو جنگ کلاسیک منظم بین القارهی. مثلا در این قسمت میگه امریکا ضعف داره، ضعف خود پوره بکنه. بسیار مشکل است که مثلا با یک رقیب توانمند اینا درگیر شد و میدان ببره. من میفهم که آیا اگر چونین جنگ کلانه ببره، یعنی اون جنگ برنده خود داشت یا چی؟ من میفهم درک نمیگم. من تا نظر به خواص انسان و عادت تاریخ بشر، یعنی هر کس خودم تو تنومن ساخته میره بر روز مبادا ای که چه اتفاق میفته. وقتی که 20 بم اتم امریکا بالای چین ریخته شود و 20 بم چین به اون طرف، مگر چیزی باقی میمانه؟ یعنی آینده وجود خود داشت؟ خب گزارش پنتاگون میگه که چین قدرتمندترین کشور صنعتی جهان در بسیاری از زمینه ها شده.
اینمیز که اینا رو خوشانه خراب کرد. از ساخت کشتی گرفته تا مواد معدنی حیاتی و مایکرو الکترونیک که میتونه در جنگ علیه امریکا دست برتر داشت. خوب ای که حالا گفته میشه که یک راه حل وجود داره، میگه خب در هر حال یک راه حلی هم وجود داره، میتونه چون این چیزها اتفاق نیفته، اما یک مقدار ای که میگه اتفاق نخواهد افتاد چیزی، یک مقدار فریبنده معلوم میشه. در زمانی که شرق میانه و اروپا در یک آشوب فرو میره، فرو رفتن در آشوب و این اقتصاد خورده میره، امنیت مختل میکنه، خلاص این دیگه معادل خودکشی قدرت بزرگ نیست که وارد اینی یک گود شوه و باید شوه، به خاطر دیگه راه نداره. در یک راه داره مره که برآمد او خوش شکست راه بردی است. عجب چی موقعیت، یعنی محکوم به اجبار، نمیتونه برای نمیتونه باشه. از نظر رابردی افزایش امی بودجه نظامی به خاطر کاهش ریسک جهانی ضرور است. حالا بر اندازه که جنگ اقتصاد میخوره، جوامع انسانی یک قسم التهاب گرفته. ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، اینا وقتی که هزاران دیقان با ماشین های زراعتی خود میان و اعتراض، یک نوع حالت ریسک جهانی است. خب در امریکا خوی طور نیست، اما در امریکا در خارج از مرزهای خود در سرزمین های دیگر را با یک شوک ژئوپلیتیکی روبرو میشه. این شوک امریکا را چی میکنه؟ نفستنگ میسازه. در رقابت جنونآمیز بین قدرت ها این کوتاه میه. خب چی میگن؟ نیاز به زمان است. بله نیاز به زمان است، چیزی که مثلا وزیر دفاع آلمان و انگلیس در برابر روسیه میگن که نیاز به زمان داریم، شما خط اوکراین نگاه بکنه تا که ما ارتشا را منظم بسازیم. اینا میگن که نیاز به زمان است. خب آیا امریکا آله ایتا شما فکر میکنید که مثلا در جنگ خاورمیانه که شروع شده، من شرحیات ارائه میکنم، دوباره حمله کرده، دو فرمانده مهم کتایب حزب الله عراق کشته، آیا واقعا این زمان آل برای امریکا داده میشه در عراق در خاورمیانه؟ کسی نمیدانه. فقط یک چیز روشن است که دولت امریکا آله در دو جای دست و پنجه نرم میکنه، در اوکراین در خاورمیانه. به چی امید؟ امید خود به می شرط بنا کرده مثلا که برو چین حرکت نخواهد کرد. اگر حرکت کرد چطور؟ ایجا ترس حولی که در محافل کارشناسی امریکا وجود داره اینی میگه. پس چرا؟ به خاطر از اینکه سانی به امیلنی در کل تیره و تار شدن. در 2021 بایدن میتونست مثلا یک رابطه یعنی استوار یا متعادل و قابل پیش بینی را با روسیه داشته باشد، اما در سال 2022 که جنگ اوکراین شروع شد، آمد در وارسا وعده کرد که ما رو پوتین سرنگون میکنیم. خب خلاص شد. در 2023 امریکا خاور میانه را میگفت که آرامترین حیات خلوت امریکا است. دیدیم که آل در آتش فرو رفته و خودش پایگاهاش در هر طرف مثل که از یک حشره کلانتر، یک تمام مورچه ها از هر طرف مثلا به طرفش حمله میکنن، میپوشاننش. به این شکل شده.
دهید یک وضعیت تنش با چین چی پیش میره؟ اینا از تنش با چین میترسن. به مو خاطر مثلا ترامپ یکان دفعه میبینی که راست نمیبره نمیاره با میدان هوایی بگرام گپ میزن. هی کاش که میگه نمیبرامدی. چرا برامدی؟ همین بحث خروج خود تو مطرح کرده بودی. چرا دروغ میگی؟ شانس امریکا در افغانستان یعنی فرود آمدن در افغانستان کاملا از نظر من شخصا مقرون به صفر است. این گپایی هم که میزنن یک قسم فرافگنی در دوره انتخابات است، کدام چیز دیگه نیست. این شرحیاتی که حالا در این برنامه خدمت شما ارائه شد بر ما تصویری را میده که امریکا و مثل اون روزی که آمد در یک روز آمد افغانستان را گرفت در قدم بعدی عراق از او گپا کاملا خلاص است. یعنی کم کم بازنشسته شده میره. اما دوران بازنشستگی خود هیچ قبول نداره. آخرین بر آخرین مساف آماده میشه. آیا آماده میشه یا ای که از درون امریکا کدام یک انفجار سیاسی و مثلا جغرافیایی خواهد آمد؟ ایده کس نمیدانه، منتظر میمانه.